متنان عزیز، السلام علیکم. امیدوارم شما هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سر حال باشین. اولتر از همه سال نو برای همگی تبریک میگم و در ادامهش که خیلی زود رسید، رمضان کریم با همگی مبارک باشه. امیدوار هستم که این رمضان تنها یک ماه توبگار نباشیم، تنها یک ماه توبه کننده نباشیم و تنها یک ماه مسلمان نباشیم. و امید دارم که یک ماه پر از برکت، ماه پر از صلح، ماه باشه که همه هموطنهای ما بالاخره آهسته آهسته به برکت همین ماه از بدبختی ها براین. دوستای عزیز، طبقی که همگی اطلاع دارن، من در کشور فرانسه زندگی میکنم و ناگزیر هستم، چون اینجا مثل افغانستان واره افطاری های بیرون نمیشه و افغان ها خدا یار جانشان که خدا دگیر نمیتن. ناگزیر من خواستم که یک برنامه جدیدی را به شما داشته باشم که هر افطاری یک نوع غذای همونتو دلخواه رمضان، چون من آشپزی هم بلد هستم، یک نوع غذای همونتو دلخواه خودم که دمی 30 روز رمضان یا کما بیش براتون پخته کنم و یاد بتم. امروز اولین چیزی را که شروع میکنیم از پکوره و میخواییم که پکوره کچالو براتون پخته کنم. امیدوار هستم که یاد بگیرین و طعمش خودتون در خانه بچشین. من خود گفته نمیتونم که مزه‌دار است یا نه، و دوستای ما که در کشورهای اروپا زندگی میکنن احتمالاً که امکانات بیشتر دارن و ای البته نشان دادن یا کدام چی میگن خود نمایشی نیست، فقط چیزاییه که در بسیار آسان و بسیار کم مصرف پخته میشه براتون آماده میکنیم. اطور نیست که آلم از خاطر رمضان پیرنتنبان پوشیده باشم یا کلاه پوشیده باشم. خب کلاه را به خاطر ازی پوشیدم که موی نریزه در غذا و پیرنتنبانم که در روی خانه معمولا عادی میپوشم. میریم به طرف مواد لازمه ما و برای شما نشان میدیم که پکوره چی رقم پخته میکشه. کسایی که یاد ندارن، مجرد بچه هایی که در افغانستان هستن، در کشورهای اروپایی هستن، میخواین یاد بگیرن، میتونن که از این برنامه یاد بگیرن و ما کوشش میکنیم که هر روز رمضان یا هر افطاری قبل از افطاری براتون یک چیزه که بسیار همتون مزدار پخته کنیم و برای شما هم یاد بتیم. میریم به طرف آماده کردن خمیر پکوره. ما اینجا فعلا چیزایی که داریم آماده کردیم، البته از چیزای خانه خودم هست، کدام برنامه مشخص آشپزی نیست. از او خاطر چیزایی که ما ضرورت داریم آب است، کچالو، نمک، آرد نخود، مرچ سرخ، قدر ضرورت از دیگه پولی و آرد ترمیده، یک دونه اگه تسلا یا کچالو کش. کچالو را آماده میکنیم. قبل از او باید دستای خود بشوییم پاک سطره که دوستا نگوین که کده دست مردار شروع کردی. کرایی را اینجا تیار ماندیم. اول کچالو را منظم میشوییم. امیدوار هستم دوستای عزیز این روزای رمضان به همه مردم ما خوش بگذره و امیدوار هستم دوستای عزیز که بتونن همی امکانات ها. دوستای یک چیز را من میخواستم بگویم، البته امر یا حکم نیست، فقط همی کسایی که میتونن فطر روزی خود روان کنن در افغانستان، خواهشن برای یک آدم مطمئن، برای یک کسی، در دست کسی روان کنین که برسه برای فامیلای غریب و فامیلای ناتوان. البته غریب نیستیم، ایمان داریم شکر. و خواهشم از همه دوستا، از همه برادرها، از خودم شخصا، از خودم همی است که فقط همی یک ماه را به یاد خدا نباشیم و دایم خدای خدا یاد کنیم در هر حالتش، در خوشی ها، در غم ها. و باید خداوند غم از خانه همگی شما دور داشته باشه. دوستای عزیز، پکوره یکی از خوشمزه یا بگویم یک غذای اوسانی هست
که در رمضان معمولا همگی پخته میکنه و زیاد خوشایند است برشون. کچالو را دوست عزیز پوست کده تیار اینال ایرست تیسلا میکشیم و کسافات شوال باید این پوست هایش پس کنیم. ایناله ای خوب است که ما دمی بانه برای فامیل آشپزیام میکنم و برای شما هم یک چیز را یاد میتیم. اگر مثلا این دوست عزیز ببینین این قدر نازک باید باشه که دست دست پشتش معلوم شوه. اگر نازکش نکنین باز سخت میمونه و اذیتتان میکنه، زیر دندان میایه، خرچ خرچ میکنه و برای شما خسته کن تمام میشه، چیت میشه خسته کن. یه ناله بعد از اینکه کچالو را نگفته نمونه دوست عزیز، پکوره چند نو است و ما برای شوای بعدی اگر کلش در یک شو براتون جور کنیم پس برنامه ما چی؟ دیگه برای فردا شب بخیر ما برنامه پکوره پیازی را براتون، پیازی و بانجان رومی و بانجان سیاه را براتون یاد میدیم که چی رقم پخته میشه و او را بخیر جور میکنیم. کچالو رو بسیار احتیاط کنین دوست عزیز که نوکای کلکتان پل نبره، مثلا اینیج دستتان پل نبره و خیلی دقیق میباشین. این بعض کچالو این تا آدم آزار میده که این تا از داخل مشکل میداشته باشه، بازور ما میتونیم که ته چاقو یک کمک شست. پس بگیریم، اسراف گناه داره، حرام است و کسی که اسراف میکنه در غذا خداوند ناراض میشه ازش. حال گپ های من نره به جهت نصیحت و به جهت ملایی نره، اما این یک گپ خوب است که آدم باید اسراف نکنه. در کامنت دوستا برای من بگوین که برای بعدی و برنامه بعدی چی آماده کنم براتون. من تمام غذا را یاد دارم شکر، آشپزی را از مادر خدا بیامرزم یاد گرفتیم و براتون یادم میتیم که چی رقم پخته کنیم. این دوستو عزیز کچالو را ما آماده کردیم و اینی جایکای کچالو که اینی تو سیاه شده ها ای را اینی تو میگیریم و سو مندازیم، به خاطر چی که اگر ای را بانیم اذیت کننده است و مقبول معلوم نمیشه دیگه، کدام خرابی نداره. خب کچالوی ما به اینی شکل دوستای عزیز آماده دست نزد آمادهش میکنیم به اینی شکل و اینو ببینین کلش یک برابر و نازک، اینو تو نازک نازک باید جور شوه. کچالو که آماده شد بعد از این اسلا کارش خلاص، چاقو کارش خلاص، پوست کن کارش خلاص، میاریم بخیر آب مندازیم. اول آرد مندازی. خدا کنه دوستای عزیز کسایی که علاقه مندی به پکوره دارن همین برنامه را تا آخر سعی کنن. اینه آرد، البته هر کس نظر به مقدار ضرورت و نظر به فامیلشان، خداوند فامیلای شما را جور و صحتمند و سرحال نگاه کنه و هر چیزی که آرد ترمیده یا آرد چی میگنش ما اینجا به نام فیغین دی بل میشناسی میشه دیگه، شما در کشورتان هرچی که میگه آرد نرمال، آرد ترمیده و آرد نخود، آرد نخوده هرچی قدر که آرد ترمیده میگیرین اما قدر نیمش نیم کمتر، نیم زیادتر نی، نیم کمتر هم آرد نخود بگیرین و مرچ سرخ قدر ضرورت، البته اگر میخواین زیادتون شوه زیاد مندازین، پودرش هست زیادتون میخواین زیادتون دش کنین مزدار میشه. پولی بسیار کم، اینمی پولی یگانه رازه پکوره همی هسته که پکوره را بسیاری ها میگه از ما نمیشه ایتو باید بپنده. شما پولی را برابر آمیانه براتون بگویم برابر یک کپی نسوار مندازین و بعد از اون نمک هم به قدر ضرورت که شور نشه از پیشتون. اینال کل از ایره که انداختین ایره دیگه خوب صحیح اول خود پودره
چون نمیال تر نشده هنوز و آب نرسیده برش، میتونین خوب گد کنین که با یکی دیگه مخلوط شوه و او یک دم زیاد نمندازین، او کم کم مندازین. به خاطر چی او کم کم مندازین؟ که اگر او گین شد مجبور از مواد و از هر چیز کم کم باز انداخته برین. البته هر کس در خانه هر چیزی که برای میکس کردنش داره. چرا دست؟ ما از یام داریم، اما دست حساس کرده میتونی، اما زیر دست آمیانه بگویم لغت که میمونه او را میتونی که نرم کنی یا حل کنی. ما البته به می خاطر از دست زیادتر استفاده میکنم. دست هایم اگر چی ششتیم او قدر شیما و قدرتی که دست داره خوب حل میکنه آرده، ایگه و درد نمیخوره. دوستای عزیز، از اینکه رمضان است خودمون خسته میشم و ما در یکی از شهرهای دیگه فرانسه زندگی میکنیم که نمیشه هر روز پاریس رفت آمد کنیم. درس هم دارم، درس میخونم. امی برنامه را اینا ببینین، از پیش ما اوگین شد، اینا مجبور هستیم در این آرد پردیم. از این آرد که انداختیم مجبور هستیم باز آرد نخودشان برابر پردیم. و ما هر روز گفتم به خاطر از اینکه پاریس رفت آمد کرده نمیتونم و مصرف شام است، کورس هم داریم، درس هم داریم و خستگی رام می باشد. تقریبا دو ساعت دو نیم ساعت دور استیم از پاریس، مجبور استم که به این رقم جور کنم. گفتم بیا که این برنامه را ترک کنیم ببینیم که به مردم جالب است نیست. زیاد گپ نمی زنم به خاطر که روزه داریم، گنگس نشیم کالش سر شما رو به درد نبیاریم. اگر برنامه دوستای عزیز کم دیرتر اپلود میشه به خاطر ازی است که ما نزدیک افطار باید جور کنیم که دوستای ما ببینن و ما برای خانه هم باید آماده کنم میده. اگر وقتتر پخته کنیم باز بیفایده است، اما کوشش میکنم که اگر امروز برنامه ما کم کتال خورد چون ما بیرون بودم تا که آمدم ناوخت شد. اینال دوستای عزیز ایره خوب صحیح دیگه تا حد لط میزنیم ایره که مثل مرباور قیام بته. ببینین اینه تو باید از یکی دیگه جدا نشه و اینال دیگه ایره خوب حل میکنیم. خب تا وقت دوستای عزیز باید روغن بانم دستان گوش رویم که کل چیز لکه نکنیم و سر صدای ینگیتان نبرای سرم. دوستای عزیز روغن اگر میخواین که مصرفش کم شوه، بسیاری دوستا میگن که ای زیاد مصرف روغن داره، نه مصرف روغن به خاطر از این نداره که ای به دست خود شماست. اگر شما کچالو رو نازک کنین و خمیرش درست جور کنین هیچ وقت روغن زیاد کش نمی کنه. به او خاطر ما روغن به مقدر ضرورت که مندازیم در آخر ببینین معمق روغن پس میگیرم ازش به خاطر از این که مصرفش کم است و تمو طریقهش باید یاد داشته باشیم. یادتان نره دوستای عزیز کامنت، لایک، شیر، سابسکرایب کلشه. اینه بازم کسایی که کتازی میگن اینه کتازی براتون لچ میزنیم و کسایی که علاقه مندی به این دارن که براتون دیگه چی پخته کنم 100% برای ما بگوین، در کامنت نوشته کنین، حتما کامنت ها خونده میشه و حتما 100% براتون فرمایشتون پذیرفته میشه. هر آن چیزی که بگوین مسعود کل غذا را یاد داره. ما براتون نمیه هر چیزی که رمضانی آش پخته میکنیم، بولانی پخته میکنیم، البته به طریقای بسیار ساده و با مصرف بسیار کم به خاطر از اینکه دوستای ما که در این کشورها مجرد هستن، تنها زندگی میکنن، چی دختر خانم است چی بچه است، هر آن کسی که
تنها زندگی میکنه، بر از اوهایی چیزا بسیار خوب است چون نوسانه دلشان میشه، حتی اوی که نزدیک ما هست بیایه، ما میمانش میکنم پیش ما بیایه، برش همه تو یک مزدار پخته میکنیم، جور میکنیم بخوره، نوش جان کنم. میمان عزیز خداست، ماه رمضان است و ای به ما افتخار است که یک دوست خدا پذیرایی کنیم، میمان نوازی کنیم. دیگه اینال دوستای عزیز اینمی که یک کمک اوش خشک شوه که غرم و غرمش نبرایه، بعدا روغنم مندازیم، خمیر ما اینه ببینین دوستای اینه اینه تو باید غاز بته، غاز میگن، قیام میگن، هرچی که شما میگین اون از امو شوه و رنگش ما بیایم باید یک کم پیشتر اینه دوستا شما ببینین رنگش باید اینه تو یک چیزی شوه اینه اینیره شما جور میکنین. بسیار یاد ایش پیاز مندازه، پیازی بعدن است در برنامه بعدی بخیر پیازی رو براتون یاد میتیم، بانجان رومی، بانجان سیاه، از مرچ اینیا را کلشه باید جور کنیم براتون. خب اینال روغن هم مندازیم، روغن های دوستای عزیز من گفتم قدره که باید پرتین که پکوره در داخلش نچسبه، یعنی در داخل کرایی نچسبه. من کرایی کلانتر نموندم به خاطر ازی که همه قدر برای خانه همه قدر خوب است، کرایی کلان کوره بانیم باز جنجالش زیاد میشه. اینال فقط دوستای عزیز یک وقت کوتاه میگیریم، یک پاکاری میکنیم، اینجا را کمره را پیش میاریم که طرز پختنش شما یاد بگیرید. دوستای عزیز روغن آماده است، کچالو آماده، خمیرش آماده، خمیر اینجا پالوی خود میمانیم، یک تکری را که زیرش یک مشقاب چیز بانیم که روغنش بره. اینال طرز گرفتن اینی بسیار مهم است، بسیاری ها میگه در روغن یک کت خمیر ما میره، چطور کنیم؟ این دوستا سعی کنین این تو یک تا ملاقش میتین در این بغلکش میزنین تا کنو میچکه، یک تا میتارین بزنین پرتیرش راز در اون روغن، نه میچکه نه هیچ جایی و خرابیام نمیکنه. این حال چند دانه را من مندازم شما ببینین، ای بهتر است. اینه دوستا ببینین که هیچ دوقدر بیروبارام نداره و مصرفشام کم و چیزام خوشمزه، ناگفته نمانه که آزان کمی بته دیگه. اول خودم در جان از ایمه چسبم. این دوستا این حال تصویر خود چیزان براتون نشان میتم، کرایی ده که ببینین که چی رقم ملاقات میزنه و چی رقم پندی ده. بسیاری خانما، خوارای نازنین ما، مادرای نازنین ما امی شکایت دارن، میگم این من که میکنم پکوره جور میکنم نمی پنده، چون او همون یک زیبایی داره دیگه، کدام چیز نداره. آه یا گپ هست پندیدنش فایدهش یه است که روغن کم میگیره. این حال ایره دوستای عزیز شما میتونید باز از نزدیک و مبرتان حال نشان میتونم که ببینید که چی رقم پندیده. این تاثیر چی است؟ تاثیر آرد نخوت و تاثیر پولی. البته پولی را اگر زیاد پرتین میکفه، خود مادرای ما، خوارای ما خودشان میفهمن. اینه دوستا ما کمره رو نزدیک بیارم براتون. ببینین چه خوب همه تو پندی دادگی یک کلو لگک اینه تو که کلو لگک آمد ای روغن کم کش میکنه و درونش خالی میباشه. اینه دوستا ببینین ایناله فقط ایره امتون نرم نرم توش میدین و خمیرم زیاد در روغن نمیمانه. یک رویش که سرخ شد دیگر رویش دور میتیم، بعد از اون میکشیمش. این حال دوستای عزیز ای بسیار زود پخته میشه اگر روغن داغ باشه، بیخی زیاد داغ هم نمی کنیم روغنه و بیخی زیاد سرد هم نمی مانیمش، به خاطر ازی که از پیش ما نه بسوزه نه خام بانه. خب دوستای عزیز اینی چندانی که ما اول انداختیم ای پخته شده و ایره یک چند دفعه اینو ترکایی میکنین، به خاطر چی؟ که روغن داشت نمانه. ایره میاریم ایسو، اینال چند دقیقه رو میمانیم که روغنک خود از سرخ
خشک کنه، بعد از او باز ایره میکشیم یک دانه دیگه مانده. ببینین دوستا این تو باید خشک شوه، روغندش نمانه. این حال من یک دانهش هم میگیرم تا که دیگر هم مندازم، یک دانه رو میگیرم برای شما پیشرویتان بازش میکنم، ببینین که درونش نه روغن داره نه هیچ چیز و پختام شده و پندیده اگه همون یک کلولگه که آمده دیگه. افطار خوش به هم اگه میخواییم، امیدوار هستم از این برنامه لذت ببرین و بتانیم یک افطاری خوب برای شما آماده کنیم. برنامه بعدی هر آن چیزی که شما کامنت کنین موازه میگم، من هیچ چیزی نیست که بگویم نه یاد ندارم، یاد دارم چون قبلا هم یاد داشتیم، در خانه یاد گرفتیم، از مادر از خواهرای نازنین یاد گرفتیم و زیادترین چیزهای دیگر از خانمم یاد گرفتیم. این حال دوستا باشید، من دستم یک بشویم. اینه باشیم که یک دانه را برای شما که طبق وعده ما اینه ببینید دوستایی چی خوب پندیده اینه تو و خوشگام هست. وقتی که تو پچکش میکنی اینه که یک هست و که توتا میکنی چربی یه چیز نداره. افسوس دیگه که آزان نداده که من این دانم پرت میشه. حالا روزه ما مکرو نشه، اینه چهار تا پیدا میشه. مگر روزه تا مکرو کدی؟ نه مکرو نکدیم. آفرین آشپزا خیلی، آفرین مادرای ما، آفرین خواهرای نازنین ما که دهی هر سر دنیایی که هستن که برای ده نفر دوازده نفر دیک میکنن، با میمانی ها دیک میکنن در روز در رمضان و اما تو خوشمزه میایه که هیچ دیگه تغییر هم نمیکنن، مزه دستش هیچ وقت تغییر نمیکنن. خب دوستا بیشتر از این وقت شما را نمیگید و ما بخیر کل از ایره که پخته کردم. یک دفعه دیگه هم طریقه انداختنه از ایره ببینین، ایچ اینجا نچکیده دستا، فقط دو کلک کار است. خمیرش هم نه سیاه میکنه خدا، کچالو هم سیاه نمیکنه خدا. مهمی است تخنیک شو باید یاد داشته باشین. البته این تخنیک ما گفته بودم که کس را یاد نمیتونم، خب اما از خاطر برنامه و از خاطر شما دوستای نازنینه که همیشه علاقه مندی به برنامه ها دارین و میخواین یک چیز را از یک غذای نو امتحان کنین. کسایی که تابال در خانه پکوره پخته نکرده بود میتونه که پخته کنه و یاد بگیره. ما ارسلان جان هم میخواییم اینجا ایده بخوره بگویه برای ما که نمکش زیاد است کم است چی رقم. ارسلان بگیر. خب بیا، ما خود روزه داریم. اینه میگه که اول سلام علیکی کو. سلام برای دوستا، خدا کنه جا سر پر پرچه، نوروزتان مبارک، برای کلگی رمضان هم مبارک، رمضان هم مبارک، روزتان قبول. تو روزه خوره چرا روزه میخوری؟ اینه ایده بخو بیبی که شور نیست تو نیست چی رقم است. اما خودت بگو که ما بفهمم، مردم هم بفهمم، ایشان بگی خیره گوش نچشم. این حال تو برای ما بگو که چطور است. خواه تو بشم رفت تون دوشم نکری سهی باید تون کنم. آره ایسا تو تون خور هستی دیگه، مردم خود تون خور نیست بچیم. خواه چطور میشه مردم پشو. خواه اینه دوستا باشیم که امتحانشون سر ارسلان جان سر بچه میکردیم، ببینیم که اون واضح گفت که شورم نیست تندام نیست. اینه یک چیز دیگه دوستا عزیز، ما میخواییم امیره براتون یادم بتم که فکرتان باشه همیشه پکوره را که از کرایی از روغن میکشین بیرون استاده بانین. استاده خوبیش چیز اما مقدار روغن کمیرام که به خود جذب کرده او رام دموتو کریگت میره کلش. او باز دیگه مزه داره که بیخی خوشکام میشه. پندید یکی یکی شام همه تو میمانه و این البته به خاطر برای خانمای عزیز، برای خواهرای نازنین ما یاد میتیم که زیاد دختر خانما گله دارن، میگه ما که پکوره پخته میکنم نمیپنده، اما را چطور کنم که بپنده. این پندید یکیش همه برات جور میکنم
اون یادت هم دادم از کسایی که شیر میکنن برنامه را لطفا برشان بگوین که تا آخر از شروع دقیق سعی کن و تا آخر سعی کن که از پیشت خراب نشه. دو کلک فقط دو کلک. او مردم است که ببینی که تا اینی جا آج در روغن و در خمیر داخل کرده آخرم بیمزه. اگر همی گپ راست گفتیم در کامنت بگوین که ها راست گفتی همی گپ. دیگه خدا کنه که دیگه شما رو وقتی که در خانه پخته میکنین مزه بده و همی چیزه همی کیفیت برای شما هم داشته باشه. و دوستا عزیز اینه ایره گفتم که استاده که بانین خوبیشی هسته که روغنه که دهش هست یک همه مقدار روغنه هم که گرفته جذب کده و هم میره. دوستا عزیز ای بود برنامه پکوره پزی ما. امیدوار هستم که افطار خوش داشته باشین. پکوره مزدار شما هم در خانه پخته کنین. یک خواهش کوچک از همه افغانای نازنین ما دارم، کسی که توانش داره، کسی که میتونه، لطفا در رمضان خصوصا همسایتان فراموش نکنین، همسایتان همیشه اولش بگیرین. دوستا افغانا فامیلایی که در وطن هستن و توان افطاری، توان همی پیش برد مصارف رمضان ندارن، لطفا اونا را فراموش نکنین و همیشه در پناه خدا باشین، خوش و خندان باشین. این دوستای عزیز ما براتون یک امت منظم جور میکنم و تا برنامه فردا شب شما را به خداوند یکتا میسپارم. الله نگهدارتان.